سلام به همه دوستان، به کانال فیلم باز خوش اومدید. صبح جمعتون بخیر و امروزم قراره طبق روال هر هفته بریم سراغ اخبار سینما. با هم دیگه بررسی کنیم ببینیم طی هفته گذشته چه اتفاقات مهمی توی سینما افتادن. طبق روال هر هفته هم وقت رو تلف نمی‌کنیم، میریم سراغ اخبار. ولی قبلش میخوام بهتون بگم که این ویدیو اسپانسر داره، اسپانسرشم خودمم. میخوام یکی دیگه از ویدیوهای کانال فیلم باز رو بهتون معرفی بکنم. توی هفته گذشته کانال فیلم باز تقریبا غیر فعال بود. هیچ ویدیویی منتشر نکردش. خاطر اینکه در حال نوشتن تفسیر فیلم قوی سیاه بودیم که با اختلاف سخت ترین تفسیر کانال بودش. فیلم قوی سیاه یکی از آثار فاخر سینماست. سال 2010 ساخته شده. اگه ندیدید حتما فیلمو ببینید که بسیار فیلم زیباییه و همین که تفسیرش هفته دیگه وقتی که ادیت ویدیو تموم بشه منتشر میشه. توی نظرسنجی که توی کانال گذاشتم بیشتر از نیمی از مخاطبای کانال این فیلم رو ندیدن که واقعا هم عجیبه همچین چیز. دیگه بهتره بیشتر از این وقت تلف نکنیم و بریم سراغ اخبار. خبر اول مربوط میشه به کمپانی دیزنی و خونه تکونی که توی هفته گذشته داشتش. این هفته مشخص شدش که لایو اکشن پری دریایی با اینکه بعد از دو هفته به فروش 338 میلیون دلاری رسیده، اما احتمالاً به یک شکست تجاری تبدیل میشه و پیش بینی میشه که یک ضرر 20 میلیون دلاری روی دست کمپانی دیزنی بذاره. چون غیر از اینکه بودجه این فیلم بیش از 250 میلیون دلار بوده، کمپانی دیزنی هم کلی هزینه بازاریابی و تبلیغات کرده و هزینه های فیلم خیلی خیلی زیاده. بر همین پیش بینی میشه که این لایو اکشن به شکست تجاری تبدیل بشه و حالا این شکست دیگه کاسه صبر دیزنی رو لبریز کرد. و توی هفته گذشته دیزنی به خاطر شکست انیمیشن هاش توی 3 سال گذشته 75 نفر از کارکنان عالی رتبه پیکسار رو به همراه کارگردان انیمیشن لایتیر، همینطور اعضای تیم ساخت انیمیشن استرنج ورلد و ترنینگ رد رو اخراج کرد و یه خونه تکونی اساسی توی تیم انیمیشنی دیزنی اتفاق افتاد. البته اخراج این مدیرا دلیل بر این نمیشه که دیزنی مسیرش درست بشه، چون توی این اخراج ها تر و خشک رو با هم دیگه سوزوندن. مثلا یکی از کسایی که اخراج شده خانم گالین سوزمن بودش. این آدم کسی بود که انیمیشن داستان اسباب بازی 2 رو نجات دادش. اگه نمیدونید قضیه چیه، بعد بگم که این خانم نه تنها قسمت دوم رو نجات داد، بلکه کل فرانچایز داستان اسباب بازی رو تونست از شکست نجات بده. سال 1999 زمانی که داشتن انیمیشن رو تولید میکردن، به اشتباه یکی از اعضای تیم سازنده 90% از قسمت دوم داستان اسباب بازی رو از روی کامپیوترهای پیکسار کاملا پاک میکنه. و همین خانمی که الان گفتم قبل از این اتفاق به شکل کاملا شخصی بدون کسی بهش گفته باشه یه بکاپ از تولیدات این کمپانی گرفته بوده. و اگه ایشون نبود بودجه 90 میلیون دلاری انیمیشن به هدر میرفت و کلا فرانچایز داستان اسباب بازی ساخته نمیشد. ولی حالا این آدم بعد از این همه سال دیگه کارش توی کمپانی دیزنی تموم شده. بعد امیدوار بودش که کمپانی دیزنی با این خونه تکونی که کرده دوباره بتونه دوران اوج خودش برگرده. اما خبر بعدی در رابطه با فیلم اوپنهایمر که الان یکی از مهمترین رویدادهای سینماست. توی هفته گذشته کریستوفر نولان در رابطه با فیلمش یه عالم اطلاعات داد، در رابطه پشت صحنه‌اش. گفتش که فیلمش به شکل دیجیتالی فیلم برداری نشده و روی نوارهای 70 میلیمتری آیمکس ضبط شده. زمان فیلم 3 ساعت و 9 ثانیه است. و اگر براتون سواله که این کیفیت از تصویر و اینکه انقدر این فیلم طولانیه، حلقه فیلم برداری اندازش چقدر شده، بعد بهتون میگم خیلی زیاد نیست. 18 کیلومتره. یعنی 18 کیلومتر طول نواره و وزنش هم شده 278 کیلوگرم. سینما دارا گفتن که بعد از 3 سال این اولین باره که یه استودیو به جای هارد درایو داره حلقه ریل فیلم برام میفرسته و خود سینماگرا گفتن که خیلی ذوق دارن و خیلی خوشحالن بخاطر این اتفاق. توی تصاویر پشت صحنه‌ای هم که از فیلم اوپنهایمر منتشر شده این حلقه های قولپیکر رو میتونید ببینید. همین که نولان گفته که کیفیت آیمکس فیلمش انقدر بالاست که نوار فیلم کیفیتش 18 کیه و وقتی که مخاطب فیلمو میبینه میتونه تک تک جزئیات رو توی فیلم حس کنه و توی فیلم غرق میشه، جوری که انگاری داره فیلم سه‌بعدی نگاه میکنه. همین که نولان در اوتو فیلمش گفته که فیلم دو تا بخش داره، یه قسمتش رنگیه و یه قسمتش سیاه و سفید. سکانس های رنگی از نگاه اول شخص به تصویر کشیده شده که تقریبا فیلم های انگشت شماری هستن که اینجوری فیلم برداری شده باشن. نولان هفته پیش گفته بود که برای این فیلم هیچ جلوه های ویژه استفاده نکرده و با استفاده از یه موتور احتراق و همینجور بمب های
دستی تونسته تصاویر بمب اتم رو بازسازی کنه. همین که نولان از بازی کلین مورفی کلی تعریف کرد، گفت موقعی که خودم داشتم فیلم خودم میدیدم دود از سرم داشت بلند میشد، بخاطر همین دوست داره که توی تمام فیلماش از این بازیگر استفاده کنه. یه خبر مهم دیگه هم هفته پیش بود، این که فیلم اوپنهایمر به خاطر سکانس‌های جنسی، همینطور برهنگی، همینطور به خاطر استفاده از الفاظ رکیک، همینجور خشونت در تصاویر، رده سنی آر یا همون بزرگسال یا همون مثبت 18 رو دریافت کرد. آخرین باری که نولان با این رده سنی یه فیلمی رو ساخته مال 20 سال قبله که فیلم اینسامنیا بودش که تو اون فیلم آلپاچینو و رابین ویلیامز بازی می‌کردن. همین که این میشه اولین فیلم نولان که توی فیلمش سکانس جنسی ضبط کرده که برای طرفداراش خیلی عجیب بود، توی شبکه‌های اجتماعی واکنش نشون دادن. و این رو هم باید بهش توجه کنیم که این رده سنی برای فروش فیلم توی گیشه زیاد خوب نیستش، چون علاوه بر اینکه یه بخش قابل توجهی از کسایی که میرن سینما زیر 18 سال سن دارن، اصلا توی یه سری از سینماها فیلم اکران نمیشه. برای همین توی رقابتی که این فیلم اوپنهایمر با فیلم باربی داره، احتمالاً باربی ممکنه عملکرد بهتری توی گیشه داشته باشه، چون باربی رده سنی زیر 13 سال ممنوع داره. بازیگر اصلی باربی هم مارگو رابیه که خوراک اینه که نوجوانا برن سینما و این بازیگر رو ببینن. پس احتمالاً از نظر فروش ممکنه که باربی برنده این رقابت بشه. تو هفته گذشته یه خبر جالبم در رابطه با فیلم باربی اومدش، اینکه مشخص شد که اون شهر باربی ها که توی تریلر هم دیدیمش بدون جلوه ویژه است و کل اون شهرک رو برداشتن ساختن. جدا از اینکه چقدر هزینه داشته ساختن همچین شهرکی، مشخص شده که رنگ صورتی موقع فیلمبرداری این فیلم تو سطح آمریکا کمیاب شده و کمپانی برادران وارنر مجبور شده از خارج از آمریکا رنگ صورتی وارد کنه و باعث شده که قیمت رنگ صورتی در منطقه افزایش داشته باشه. اما حالا که خبر کمپانی دیزنی رو گفتیم، بریم سراغ کمپانی رقیبش که توی هفته گذشته انیمیشن مرد عنکبوتی تونست توی 5 روز اول اکرانش 250 میلیون دلار فروش داشته باشه. این انیمیشن انقدر خوب بوده که منتقدها در سایت متا بهش نمره 86 دادن. همین که اتفاق خیلی مهم اینه که این انیمیشن تونست تو فهرست 250 فیلم برتر تاریخ سایت IMDb به رتبه 12 برسه و بالاتر از فیلم‌های مثل فایت کلاب، همینجور ارباب حلقه ها قرار بگیره. یعنی میشن فعلا گفته شده که قرار 27 تیر کیفیت خوبش از استریم ها منتشر بشه. ولی خب اگر فروشش خیلی خوب باشه ممکنه به تاخیر هم بیفته. همین که کارگردان یعنی میشن گفته که قسمت سوم هنوز خیلی خیلی کار داره و اکرانش از 10 فروردین سال بعدی به زمانی نامشخص موکول شد. و برای توجیه این تاخیرشون گفتن که ساخت این انیمیشن خیلی سخته و یه مثال آوردن. گفتن یه سکانس 4 دقیقه‌ای توی این انیمیشن هست که بخشای از این سکانس داخل تریلر هم بوده که چندین مرد عنکبوتی متفاوت از دنیاهای موازی میافتن دنبال مایلز مورالز. ساخت همین صحنه 4 دقیقه‌ای 4 سال وقت تیم سازنده رو گرفته که این نشون میده که قطعاً قسمت سوم نمیتونه 9 ماه دیگه اکران بشه و احتمالاً بیشتر از این حرفا باید صبر بکنیم. اما حالا که حرف از مرد عنکبوتی، بذارید یه خبر در با توم هالند هم بهتون بگم. این بازیگر توی هفته گذشته خیلی زیاد مورد انتقاد قرار گرفت به خاطر اینکه یه سریال جدید ازش منتشر شده به اسم The Crowded Room که محصول اپل تی وی. این سریال برای منتقدین پخش شد و انقدر بد بوده که نمره راتن تومیتوز شده 13% و یکی از بدترین عملکردهای کمپانی اپل تی وی رو داشته. این موضوع سر زبونا افتاده که توم هالند به غیر از فیلمایی که برای مارول بازی کرده هیچ اثر موفق دیگه‌ای نداره. برای همین این بازیگر اعلام کردش که قرار بیشتر از یک سال از بازیگری کنارگیری کنه. احتمالاً تام هالند بعد از فیلمبرداری قسمت 4 مرد عنکبوتی برای یه مدتی از سینما فاصله میگیره. این سریالی که گفتم قراره 19 خرداد ماه از استریم اپل تی وی پخش بشه. خبر بعدی یه خبر کوتاه در رابطه با هدست جدید کمپانی اپل به اسم ویژن پرو. این هدست جوریه که تمام شبکه‌های اجتماعی پر شده از مقایسه این هدست با سریال بلک میرر. همه اینجوری تیتر میزنن که بلک میرر در دنیای واقعی. این هدست جوریه که کاربر همزمان که اطرافش رو میتونه ببینه، میتونه المان‌های مجازی مختلف رو هم در تصویر ببینه و علاوه بر این میتونه با فرمان‌هایی که میده روی این المان‌ها تاثیر بذاره. توی ویدیو تبلیغاتی که از این هدست پخش شده، تصاویر فیلم ناپلئون رو استفاده کرده بودن که این فیلم رو ریدلی اسکات داره میسازه و واکین فینیکس توش بازی میکنه. دلیل اینکه از این فیلم استفاده کردن به خاطر اینکه این فیلم هم ساخته کمپانی اپل تی وی. خیلی‌ها گفتن که ممکنه که این هدست دوران سینما رو به پایان برسونه، مردم علاقه داشته باشن که بیشتر فیلم‌ها رو این شکلی ببینن. البته فعلا زوده که در رابطه با این هدست صحبت کنیم، چون قیمتش 3500 دلاره. پس فعلا همون مردم بهتره که برن سینما فیلم‌ها رو ببینن. خبر بعدی در رابطه با
حساب نویسندگانه که چند تا اتفاق جالب تو هفته گذشته افتاد. هفته گذشته خبر اومد که در حالی که انجمن نویسندگان آمریکا برای حقوق همجور برای بیمهشون یه ماه و نیمه که دارن اعتصاب و اعتراض میکنن، انجمن کارگردانان آمریکا طی اعتراض یک ساعته با سرعت خیلی بالا اعتصاب کردن و استودیوها همینجور استریم‌های هالیوودی خیلی سریع به اعتصابشون جواب دادن و سریع حقوقشون و بیمه‌شون و همینجور مزایا و غیره رو همه رو اضافه کردن. اصلا اجازه ندادن که اعتصاب اصلا رسانه‌ای بشه و به توافق رسیدن. حالا یه نکته خیلی جالبی هم اتفاق افتاد، اینکه توی بند توافقنامه کارگردانان با کمپانیا یه جمله جالبی نوشته شده. نوشته شده که هوش مصنوعی چون یه شخص نیست نمیتونه عضو انجمن کارگردانان بشه، در نتیجه نمیتونه وظایفی که به عهده کارگردانان هست رو انجام بده و هیچ وقت هوش مصنوعی نمیتونه جایگزین کارگردان ها بشه. این خیلی جالبه که کارگردان هالیوودی از الان نگران آینده هوش مصنوعی شدن و از الان نگران اینن که شغل هاشون رو از دست بدن و دارن به توافق میرسن که کمپانیای فیلم سازی این تعهد رو بهشون بدن که هیچ وقت از هوش مصنوعی استفاده نکنن. نکته جالب اینجاست که بعد از این اتفاق اتحادیه بازیگرهای آمریکا هم دست به اعتصاب زدن. هنوز مهر این اتحادیه روی برگه اعتصاب خشک نشده بود، نماینده استودیوهای هالیوودی رفت و با این اتحادیه سر حقوق و بیمه مذاکره کرد و به نتیجه هم رسیدن. این در حالیه که بازیگرا و کارگردانا بیشترین حقوق رو از استودیوهای فیلم سازی میگیرن و با این اعتصاب باز هم استودیوها خیلی سریع با اینا به توافق رسیدن، ولی به نویسنده ها یکی از مهمترین بخش های فیلم سازی اهمیت نمیدن. سر همین قضیه نویسنده ها تهدید کردن، گفتن که اعتصابشون رو بین 6 تا 8 ماه دیگه هم ادامه میدن. اگر این اتفاق بیفته خیلی از فیلم ها و سریال ها ضرر میکنن. مثلا یکی از فیلم هایی که ضرر میکنه فیلم بتمن 2 که قرار بود همین تابستون فیلم برداری شروع بشه، اما به خاطر این اعتصابات تا بهار سال بعدی به تاخیر افتاد. یعنی زمان اکران فیلم رفت سال 2025. حالا یه خبر دیگه هم در رابطه با این اعتصابات تو هفته گذشته بود، این بود که جنا اورتگا اومد جواب نویسندگان آمریکایی رو دادش. یادتون باشه نویسنده‌ها به طعنه گفته بودن که استودیوها بدن جنا اورتگا براشون فیلمنامه ونزدی 2 رو بنویسه. حالا این بازیگر جواب داده، گفته که من عروسک خیمه شب‌بازی نیستم که کی بگه چی کار بکنم، من خودم صاحب نظرم و گفته که برای سریال ونزدی علاوه بر اینکه نویسنده فصل دوم هستم تهیه کننده‌ش هم هستم. همین که گفته که فصل دوم سریال ونزدی فیلم برداریش قراره از پاییز همین امسال شروع بشه و ژانرش هم ترسناک‌تر قراره بشه و بیشتر قراره جنایی باشه و رابطه عاشقانه و اینجور چیزا دیگه توی سریال وجود نداره. 5 more minutes. I was just getting comfortable. توی یک هفته گذشته چند خبر کوتاه در رابطه با جانی دپ و امبر هرد هم بودش. اول اینکه فیلم جدید جانی دپ که در رابطه با لویی 15 هم بود توی هفته گذشته رفت در صدر جدول فروش کشور فرانسه و پرفروش‌ترین فیلم شد. همین که یه خبر دیگه هم در رابطه با جانی دپ بود اینکه کمپانی دیزنی گفتش که فیلمنامه قسمت جدید دوزان در کارائیب رو خوندن و گفتن که فیلمنامه عالی و بهش چراغ سبز دادن، ولی که گفتن هنوز بازگشت جانی دپ قطعی نیست و فعلا دارن با این بازیگر مذاکره میکنن. حیاتون باشه، سال قبلی جانی دپ توی دادگاهش با امبر هرد گفتش که اگه بهش 300 میلیون دلارم بدن حاضر نیستن پاشن بیان. همون موقع که جانی دپ دادگاه رو برنده شد دیزنی اعلام کرد که 301 میلیون دلار حاضر به جانی دپ بده تا این برگرده به فیلم. هنوز این حاشیه‌ها ادامه داره و معلوم نیستش که جانی دپ به این فیلم برمیگرده یا نه. یه خبر کوتاه هم در رابطه با امبر هرد بودش که این بازیگر قبلا اعلام کرده بود که از بازیگری خدافظی کرده، دیگه هم قرار نیستش به هالیوود برگرده. حالا تو هفته گذشته با رسانه‌های اسپانیایی مصاحبه داشت، گفته که زندگی تو اسپانیا عالیه، برای همین از هالیوود رفته، ولی از بازیگری هیچ وقت خدافظی نمی‌کنه و گفته که چند تا پروژه جدید توی کشور اسپانیا داره و فعلا در حال مذاکره است و به زودی قراره توی اسپانیا به یه بازیگر تبدیل بشه. خبر بعدی در رابطه با نتفلیکس. ایاتون باشه تو اخبار سمی چند هفته قبل گفتم که نتفلیکس رفته یه مستند از کلوپاترا ساخته، بازیگر کلوپاترا رو سیاپوس گذاشته. حالا خبر رسیده که حقوقدانان و باستانشناسان مصری از طرف دولت این کشور به خاطر مستند کلوپاترای سیاه‌پوس از نتفلیکس به یونسکو شکایت کردن. گفتن به خاطر تحریف تاریخ همجور تمدن مصر 2 میلیارد دلار از نتفلیکس خسارت میخوان. دادگاه نتفلیکس اوایل پاییز برگزار میشه. حالا باید ببینیم که نتیجهش چی میشه. یه خبر دیگه هم در رابطه با نتفلیکس بودش که اونم باز دوباره تو اخبار سمی چند هفته قبل بود، اونم فیلم باتمز بودش. ایتون باشه گفتیم که این فیلم میشه نسخه زنانه و تینیجری و همجنسگرایانه از فایت کلاب. چند وقت قبل چند تا عکسش منتشر شده بود، گفتن چند تا دختر تینیجرن که همشون همجنسگران، میان یه دونه کلاب را میندازن تا بتونن دخترای دیگه رو پیدا کنن که بتونن باشون رابطه داشته باشن.
باشن. این فیلم تصاویر جدیدی ازش منتشر شده و خبر اومده که قرار 3 شهریور ماه برای یک هفته توی سینما اکران بشه، بعدش هم میاد روی نتفلیکس منتشر میشه. خبر بعدی در رابطه با استریم آمازونه. فیلم برداری فصل دومه سریال ارباب حلقه ها تو انگلستان تموم شد. فصل دومه این سریال کلا 8 تا قسمته، اما به خاطر جلوه‌های ویژه خیلی زیادی که داره، همونجوری به خاطر تدوین خیلی حرفه‌ای که داره، پاییز سال 2024 قراره از این استریم پخش بشه، یعنی یه سال و 3 ماه دیگه مونده. خالقان و شورانرهای این سریال با افتخار گفتن که به خاطر اعتصاب نویسنده‌ها سر صحنه فیلم برداری حضور نداشتن، ولی بازیگرا و کارگردانا خودشون کنترل سریال رو به عهده گرفتن و ادامه سریال رو ساختن، چون انقدر بودجه سریال زیاده که نمیتونستن منتظر اعتصاب بشن. هر یه روزی که فیلم برداری به تاخیر میافتاد کلی خسارت به آمازون میزد. برای همین در حالی که شورانرها سر صحنه فیلم برداری نبودن، اینا سریال و فیلم برداریشو تموم کردن رفت. حالا باید ببینیم با این وضعیت میتونن یه داستان بهتری نسبت به فصل قبلی تحویل بدن یا نه. همین که آمازون اعلام کرد قسمت جدیدی از مستند تور بزرگ به عنوان یورو کراش قرار 26 خرداد ما از این استریم پخش بشه. تو این قسمت جرمی کلارکسون و جیمز میو ریچارد هموند تو این قسمت حضور دارن، به 4 تا کشور میرن و ماشین‌های زمان شوروی، ماشین‌های نسل جدید، حتی ماشین پرنده رو امتحان می‌کنن. خبر بعدی در رابطه با فیلم سری و خشنه که تو هفته گذشته کل اتفاق براش افتاد. اولیش این که وین دیزل اعلام کرد یه اسپیناف سینمایی قرار از روی شخصیت هابس ساخته بشه و همون راک هم بازیگر این شخصیت. داستان این اسپیناف از نظر زمانی بین فیلم سری و خشنه 10 و 11 اتفاق می‌افته و نکته مهم‌تر اینه که رایان رینولدز و کوین هارت قرار توی این فیلم حضور داشته باشن. فیلم سری و خشن توی هفته اول اکرانش فروش خیلی خوبی داشت، جوری که یه عالمه مصاحبه اتفاق میفتد که یه عالمه اسپیناف قرار ازش ساخته بشه. تو هفته قبلی بعد از 20 روز اکران این فیلم افت فروش خیلی زیادی داشت و تونست فعلا فروش خودش رو به عدد 610 میلیون دلار برسونه. این فیلم با اینکه تونست فعلا فروش خوبی داشته باشه، اما به خاطر بودجه 340 میلیون دلاریش به علاوه هزینه تبلیغاتش، همینطور مالیاتی که باید پرداخت کنه، یه هزینه خیلی سرسام‌آوری داره و باید حداقل 750 میلیون دلار فروش رو رد کنه تا تازه میزان دخل و خرجش رو یکی کنه. ولی فعلا اینجور که به نظر میرسه ممکنه که نتونه به این عدد برسه، یا حتی اگرم ردش کنه یه سود خیلی کمی آخر سر برای کمپانی فیلمسازی میمونه. و حالا یواش یواش این زمزمه ها داره میفته که یه سری از اسپیناف ها میخوان کنسل بشن. توی هفته گذشته وین دیزل به دلیل این افت فروش و همینطور نمره های خیلی ضعیفی که فیلم سری و خشن 10 گرفت، اومد یه سری مصاحبه کرد و جیسون موموا رو عامل این نمره های پایین اعلام کرد. گفتش که بازی اغراق آمیز این بازیگر باعث شده که نمره های این سریال پایین باشه. همه تقصیرها رو انداخت گردن این بازیگر و گفتش انقدر داستان به سمت این شخصیت رفته که باعث شده که شخصیت من کمتر دیده بشه. برای همین فیلم از نظر نمره تضعیف شده. البته همه نقد هایی که از فیلم سری و خشن 10 منتشر شده بود، بازی موموا رو تنها نکته مثبت این فیلم اعلام کردن. به هر حال این فیلم نتونسته فروش خوبی داشته باشه و کمپانی یونیورسال فیلم سری و خشن 10 رو زودتر از موعد از استریم ها پخش میکنه و تا همین چند روز آینده میتونید کیفیت خوب این فیلم رو دانلود کنید و ببینید. و خبر آخر، طبق روال هر هفته خبر آخر خبر سمیه. این هفته مجدد دوباره خبر سمی مربوط میشه به سلطان آلپاچینو. توی هفته گذشته گفتیم که این بازیگر توی سن 83 سالگی صاحب فرزند شده، ولی توی هفته گذشته خبر اومد که این بازیگر گفته که بعید میدونه اصلا این بچه برای من باشه و خود آلپاچینو گفتش که بعید میدونه که اصلا توانایی باروری داشته باشه. بر همین درخواست تست دی ان ای داد. خیلی زود این موضوع رسانه‌ای شد و خیلی زودم جواب تست اومد و خیلی سریع خلاف حرف آلپاچینو اثبات شد و نتیجه تست نشون داد که بچه برای خود آلپاچینوه. آلپاچینو گفته که خوشحاله از اینکه صاحب بچه شده، ولی ناراحت از اینکه قلب همسر 29 سالش رو شکسته و بهش اعتماد نکرده. خب دوستان، اینم از ویدیو امروز. امیدوارم که براتون مفید بوده باشه. امیدوارم که ویدیو رو دوست داشته باشید. اگه ویدیو رو دوست داشتید یادتون نره که لایکش کنید و با امید روزهای بهتر و خدا نگهدار.